برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. های دوستان عزیز، سلام عرض میکنم. خوش اومدین به برنامه ما. ما اینجا خدمت دوست گرامیمون مونا خانم هستیم. سلام مونا جان. سلام، چطوری؟ مرسی، شما خوبه؟ منم خوبم. مونا ما رو غافلگیر کردن، داشتیم صحبت میکنم یه دفعه گفتم برنامه شروع شد. سو ورکام برای ما باید به شما سلام کنیم. بینندگان عزیز، ان شاءالله که حالتون خوب باشه و روز رو با خوبی و شادی شروع کرده باشیم. ان شاءالله که همیشه خوش و تندرست باشین. ما اینجاییم، اگه اشتباه نکنم دومین برنامه ماست در تلویزیون تایم تیوی و امیدوارم که بتونیم همچنان پیام رسانی بکنیم با همکاری مونا خانم گل، که واقعا افتخاری برای برنامه ما که بازم خدمت شما هستیم. مونا جان خواهش میکنم. خب برای ما امروز راجع به هیومن ترافیکینگ چی میخواییم بگیم؟ من برای کسانی که خیلی معذرت میخوام قبل از اینکه جواب شما رو بدم، خواهش میکنم، فکر کردم امروز صبح بود یا دیروز که واقعا شاید کسی منو نمیشناسه، نمیدونه، یه دفعه انگار یه قارچی از اون وسط از تو زمین در میاد، میاد و شما اون قارچ رو میخواییم حرف بزنیم. چند این قارچ دیشب یه دفعه زدیم بیرون. برای همین همیشه وسط نخو میگیریم. من اول یه ذره راجع به خودم اجازه میدین که صحبت کنم که اصلا رابطه ما با شما چجوری و از کجا، من اصلا چه نقشی دارم توی این سازمانی که شما دارین. من حدود 5 سال هستش که با آقای سیامک افشار توی ریهاب سنتر ایشون فعالیت میکنم و کار من این هستش که من معلم یوگا هستم. 10 سال پیش با یوگا آشنا شدم. سال 2003 یوگا و میتیشن رو شروع کردم و بعد چون خیلی تأثیرات خیلی خوبی رو دیدم در خودم، تغییرات خیلی زیادی رو مشاهده کردم و منم مثل بقیه عزیزانی که توی گرفتاری های زندگی هستن و مشکلات زندگی و بالا پایین ها و مثل همه داستانهای خودم رو داشتم و پکیج خودم هم داشتم و این خیلی آزارم میداد و مهاجرم بودم. از کشور نروژ اومده بودم. قبل از اونم که از ایران مهاجرت کرده بودم. قبل از اونم که قبل از به نروژم برم از آلمان مهاجرت کردم. یعنی من 3 قاره روی این کره خاکی رو در واقع چرخیدم. فقط مونده برم قاره آفریقا که تموم بشه که هر 4 قاره رو گشته باشم و دنبال اون خوشبختی و هپینس واقعی بودم، شادی درونی پیداش نکردم توی این 3 قاره که نبود، حالا شاید تو آفریقا باشه. و این رو همین خیلی آزارم میداد. خب من البته معتاد نبودم، چون همه اکثر کسایی که با ایشون هستن یک سرگذشتی و بالاخره یک رابطه ای رو با اعتیاد و ادیکشن داشتن. من متاسفانه ادیکشن هم بود که عاشق زندگی بودم. این بزرگترین ادیکشنی بود که داشتم و هنوزم دارم، هنوزم عاشق زندگی هستم. ولی چون خوشبختی رو پیدا نمی کردم به یوگا و میتیشن، به یه دلایلی همینجوری رو کردم، اومد سراغم و پیشنهاداتی شد و چون خیلی اثرات مثبتی دیدم و شروع کردم بلافاصله این ذهنیت رو برای خودم ساختم که من میخوام معلم یوگا بشم، چون من انقدر چیزای خوب از یوگا و میتیشن دریافت کردم و انقدر کمک به روح و روان من کرده، دلم میخواد که اینو با بقیه دوستان و اطرافیان و خانواده و همه مردم شیر بکنم، تقسیم بکنم. و این بودش که راه معلمی و تدریس یوگا و فلسفه یوگا رو یاد گرفتم و خیلی عمیق واردش شدم، چون هرچی بیشتر در خودم بهبودی، یا به قول شما که لغت بهبودی رو خیلی قشنگ و زیبا استفاده میکنین، هرچی این ترمیم و این بهبودی رو در خودم بیشتر دیدم، عشق و علاقم برای اینکه اینو بخوام راجبش صحبت بکنم و گسترش بدم بیشتر میشد، چون دلم خواست همه این واقعا این تأثیرات رو در درون خودشون حس کنن، نه اینکه یکی بگه بهشون یا از کتاب بخونن، تجربه بکنن. دوست نازنینی داشتم که از شاگردای اول یوگا بود و میامد و خیلی هم مصر بود و مصمم و تمرینات یوگاشو میکرد. منو با سیامک خان 5 سال پیش آشنا کرد و دست ما رو تو دست هم گذاشت که تو بیا برو اینجا، اینقدر دوست داری یوگا درس بدی، بیا با ایشون آشنا بشو. و من اومدم و اولین صحبتی که کردیم ایشون گفتم بله بفرمایید بیاین شما شروع کنین، از این هفته شما بیاین یوگا با بچه های ما شروع کنین.
و منم خوش و خوشحال از اینکه یه راهی، یه فضایی، یه محیطی رو پیدا کرده بودم که اون عشق و علاقه رو که دارم بدم. و یادم قبلشم اومدم اینترویو شدم، مثل همه آدمای دیگه که میرن دنبال جاب منم اینترویو شدم و خیلی اونجا تونستیم با سیامک جان یه کانکشن خیلی خوبی رو برقرار کنیم که هر حرفی که من میزدم چون از دلم برمیامد خیلی به دل ایشونم نشست و گفتن خب شما به قول معروف در خط و الائن هستین با اون فلسفه‌ای که ما داریم روش کار میکنیم، چیزی جدا از اون نیست. البته بگذاریم که خیلی وقتا من خیلی فضولی ها کردم و خیلی کارا کردم، ولی خب سیامک جان منو یه ذره درستم کردن و بیشتر توی خط اومدم که کارهایی که میکنم بیشتر الائن باشه، در مطابقت باشه با اون فلسفه‌ای که سیامک جان برای خانه ریهاب سنترشون دارن. در حال از اونجا زندگی مشترکی که ما از لحاظ کاری با هم داشتیم شروع شد و این هی گسترش پیدا کرد و این اطمینان رو هر جفتمون به همدیگه پیدا کردیم و من به یک منطقه ایریای یک فضایی باز شدم که آشنا شدم، روبرو شدم که قبلاً هیچ وقت این قسمت رو ندیده بودم، این قسمت از زندگی رو تاچ نکرده بودم، لمس نکرده بودم. و امروز که داشتم درایو میکردم، رانندگی میکردم بیام، دیدم چه جالب، دقیقاً برای سیامک خانم همین حالته که به یک فضایی شما اومدین که اصلا هیچ وقت شما تو اون فضا نبودین، فضای یوگا و میتیشن یه چیز ناشنایی بود برای شما و برای من این فضا یه ادیکشن و این اعتیاد و این روش ها و پترن ها، رفتار ها شکل خیلی عجیبی داشت. ولی خب خدا شکر تونستیم با هم دیگه این همکاری رو نگه داریم برای 5 سالی. به نظر من خودش یکی از معجزات یونیورسه که ما تونستیم 5 سال در کنار همدیگه بمونیم. دوستیمون خیلی مستحکمتر شده، قویتر شده و تونستیم که واقعا مثل یه خواهر و برادر، من بیشتر فکر میکنم که من یه برادر پیدا کردم چون من اینجا غریبم، هیچکی ندارم، سیامک خان شدن برادر من و یه خانواده پیدا کردم و خیلی خوشحالم از این بابت. در حال گذشته از رابطه‌ای که من معلم یوگا هستم با ایشون، با خانه ریهاب سنتر یوگا کار میکنم، یه فضای دوستی و احترام‌آمیز و محترمانه را ما با همدیگه و خانوادگی تونستیم که برقرار بکنیم که واقعا من جزی از خانواده آقای افشار خودم رو میدونم. غیر از این که ایشون باس من هستن، برادرم هم هستن، حالا یواش یواش بابام میشن، یه همه چی کامل. در حال من الان توی این 5 سالی که شروع کردم، هفته 2 روز ما تمرین های یوگا رو و مراقبه و میتیشن رو با کسانی که وارد اونجا میشن، البته بعد از این که از مرحله دیتاکس عبور میکنن که تمیزتر میشن، پاکتر میشن، یک مقداری جسمی حداقل میتونیم بگیم که پاکسازی میشن، کار من از اونجا با اونا شروع میشه که بتونم با علم و دانش یوگا، چون علم و دانش یوگا خیلی وسیع هست، شما با اون یه مقداری آشنا شدین. واقعا ما هر وقت یه همچین برنامه‌ای داریم من صحبت میکنم، شما تازه میگین ای چه جالب، من اینو نمیدونستم. علم و دانش یوگا خیلی وسیعه و واقعا مختص به این تمرینات ورزشی که سر رو اینجوری کنیم، گردن رو اونجوری کنیم، دستمون رو یا مثل آکروبات بازا بچرخونیم بیاریم، یه کاری بکنیم که واقعا خود منم نمیتونم اون کارا رو بکنم، دروغ چرا، اصلا اون نیست. در واقع مایند بادی اسپریت هستش که ما چطور میتونیم ذهن رو به بدن و به اون روح خودمون ارتباط بدیم و این سه تا هر کدومشون یک روی از ما هستن، یک قسمتی از بودن ما هستن. ما چجوری میتونیم اینا رو با هم دیگه مرتبط کنیم و در این حال که اینا رو مرتبط میکنیم به مرحله آشتی و دوستی و همزیستی در کنار هم دیگه قرار بدیم. بنابراین کاری که میکنیم خیلی کار سختیه، خیلی کار ظریفیه، خیلی حساسیت و ظرافت خاصی میخواد که انسان بتونه روحش رو پرورش بده، جسمش رو پرورش بده و اینها هر کدوم جدا برای خودش نباشن، اینا با هم دیگه
در یه هماهنگی و یه هارمونی دارن حرکت میکنن. این بنا و اساس برنامه یوگا هستش و هر چیز دیگه‌ای که بر این فاندیشن، بر این بنا باشه، خب مسلماً خیلی پربار میشه، خیلی پرمیوه میشه و خیلی سوداوری داره. خب چرا که نه، وقتی ما میدونیم که از این سه تا المنت درست شدیم، اینا رو سعی کنیم به جای اینکه با هم دعوا کنن همیشه آشتیشون بدیم و در کنار هم قرار بدیم و معنی و لفظ یوگا که در واقع همون یونیتی هستش از همینجا حاصل میشه که این پیوند بین روح و جسم و جان هستش. دیگه اجازه بدین، we are already یه تلفن داریم. خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. سلام قربان، روزتون بخیر باشه. مرسی. من فرناز هستم، میخواستم بگم خدمتتون آقای دکتر، من به قرص لورزپام اعتیاد دارم، یعنی اگه اینو نخورم شب خوابم نمیبره. یک ماه از ازگار با خودم مبارزه کردم، باعث شد که خون تو چشم بپاشه و ناراحتی چشمی برام ایجاد کنه و حالا نمیدونم باید چی کار کنم. اینو از سر اونو شروع کنم به خوردن یا اینکه سه چهارتون دوستا در زم رفتم برای چشم نفهمیدن که، ولی خودم تشخیص دادم به خاطر اون نخوابیدن بوده. بله. شما چی میگید آقای دکتر؟ چی پیشنهاد میکنید؟ اول خدمتتون عرض کنم که من مشاور اعتیاد هستم و دکتر نیستم و نظرات راجع به دارو درمانی درست نیست بکنم، حتی اگه شاید اطلاعاتی داشته باشم. برای همین ترجیح میدم که نظری راجع به اینکه دارو رو بخورین یا نخورین رو نمیتونم بدم. ان شاءالله یکی از برنامه‌ها که دکترای هستن رو اون برنامه بتونیم تلفن کنیم بپرسیم. ولی کاری که ما میکنیم یه مقدار شاید بتونه در رابطه با اینکه چگونه انسان میتونه آرامشی در خودش ایجاد بکنه و بخوابه رو شاید بتونیم راهکارهایی در اون رابطه بدیم با کمک مونو خانم، چرا که معمولا کسانی که مشکل خواب دارن، معمولا نه همشون، و به خاطر مسائل جسمی نیست تنها، بیشتر به خاطر روحی روانی منظورتونه؟ بله بله بله، مسائل روحی روانیه که یه مقدار شخص هنوز با اینکه خودش به مغز خودش میگه آروم بگیر برو بخواب، مغز مشغول این مسائل و تجزیه تحلیل مسائل و حل کردن مسائل و نگرانی از این مسائل و اون آرامشی که در شخص باید ایجاد بشه تا شخص بتونه این سویچ خاموش کنه و بخوابه نمیشه، و برای همین که قرص میاد و این کار رو به صورت غیر طبیعی انجام میده، شخص رو خودش بی خود میکنه و به خواب وادار میکنه و مواد شیمیایی کارش اینه دیگه. برای همین حالا تا اینکه شما بدونین چگونه با این مسائل روحی روانیتون روبرو بشین، از چه طریقی، شاید یوگا، مدیتیشن، روان درمانی که تک به تک یا گروه و غیره بتونه، یا حالت روحانیت بیشتر، تقویت وسایل روحانیت در شما بیشترش بتونه کمک بکنه، تا اون موقع من فکر نمی کنم خوبه که نخوابین. اینم انقدر میتونم به عنوان تجربه زندگی خودم بسنم بگم. آقای دکتر شما صاحب نظر هستید. نه من سیامک به من بگین خیلی ممنون میشم، چون واقعا دکتر نیستم، من مشاور اعتیادم. برای من دکتر هستید. آخه قربونتون برم، رد دارین شما، مرسی خانم. ولی نخوابیدن و من به شما یه چیز سالمی نمی‌بینم، چون آدم وقتی نمیخوابه اصلا تمام سیستم داغون میشه. بله، روزم اصلا خفش قلب دارم، دقیقا ناراحتم، روزی گریم میگیره. آخه بله، اون وقت من سعی میکنم که همیشه موقع که میخوام بخوابم یکم دیر بخوابم و بعدم فکرم رو سوق بدم به دریا، به جاهای زیبا. آخه. که بعد با این تصورات خوابم نبره. ولی میخوابی پدرم هم داشت، خدا بیامرز، خدا بیامرز، این گلگاب زبون میخورد و سنبالتی گهگاهی، و اینجا هم که آمد دکتر بهش داروی داد ولی که افاقه نکرده.
بله. ول اجازه بدین همزه یاد کردم یه مقدار مسائل روحانی که به نظر میسه خودتون یه مقدار آشنایی دارین کمکتون بکنه. شاید مونا خانم هم دو تا نظری بتونه در این رابطه بده بیشتر آمارو بگیرید. قربونتون برم. و بعد من پیشنهادم اینه که ولی دارو رو برگردین ادامه بدین تا اینکه یه راهکار اساسی ایجاد بشه و بتونین بخوابین بدون دارو. خود دارو نخوردن هم بعضی موقع میتونه خب مسائل ناراحتی های وابستگی که به دارو ایجاد شده. وابستگی الان 8 ساله این دارو رو استفاده کردم. میگم یک ماه هم مبارزه کردم، شبها نمیخوابیدم ولی چشم اینجور شد. اینجا پلی دوتا متخصص چشم پزشک UCLA رفتم، گفتن چشم چیزی نیست فلان، عشق مصنوعی دارم، ولی علتشو نگفتم به این دکترا که من یه ما خوابم نبرده و چشم اینجا کاسه خون سفیدی. آخه اونو نگفتم، یادم رفت. ولی از بس استرس آورد گفتم سرطان نیست، گفتن نه سرطان. الحمدلله. اسم بدیم مونا خانم هم دو تا راهکار شاید بتونیم میتونیم از تلویزیون بگیم. آره میشه محبت کنین از تلویزیون به صحبت های ما توجه کنین لطفا. الان چی کار کنم؟ از تلویزیون گوش کنیم به صحبت های ما. باشه مادر، خیلی ممنون. قربونتون برم، خیلی ممنون زنگ زدید. منم ممنونم، سلام برید، سلامت باشید، خداحافظ شما. بله، داستانی که این عزیزمون برامون تعریف کردن به نظر میادش که داستان مثل هزاران زن مثل من هستش و واقعا ایشون تنها کسی نیستن که شبا خوابشون نمیبره یا مشکل بیخوابی دارن و قرص میخورن. الان شما با هر خانومی که روبرو میشین صحبت میکنین، من میتونم بگم که به طور قطعی پس 5 نفر حداقل 4 نفرشون یکی از این قرصا رو استفاده میکنن و مخصوصا توی سنایی که یه خورده بالاتر میشه. با اینکه من حتی دو جوانترها هم دیدم، خانم‌ها وقتی که به سنی میرسن که منوپاز میخوان بشن، یه دفعه مشکلات و این تغییر هورمون ها انقدر زیاد میشه که نمیدونن چجوری با این کنار بیان و تنها چیزی که راحت تره و چون میرن دکتر، دکترم خب قرص براشون مینویسه و میگه خب اگه نخوری برات ضرر داره و این قرص ها در واقع یه ماسکه که ما میذاریم روی اون دردهایی که داریم که به طور طبیعی هستش. به طور طبیعی ما بدنمون هورمونامون داره به هم میریزه، داره شکلش عوض میشه و داریم توی فیز دیگه ای از زندگی میریم، ولی این رو نمیخوایم بپذیریم و قبول کنیم. اول از همه اصلا نمیخوایم قبول کنیم که منوپاز میشیم. این خودش خیلی داستان بزرگیه. ما مردم منوپاز نداریم. شما هم دارین، بالاخره از 40 سالگی آقایون هم میشن، منتها انقدر دیده نمیشه. ولی اون برمیگرده باز دوباره به اون قبول کردن خودمون که چقدر میخوایم قبول کنیم که توی مرحله از زندگی میریم. چی دو تا راهکار هم بدیم؟ بله، راهکار برای ایشون. اولا فکر و خیالای ایشون، سیامک خان خیلی خوب جوابتون رو دادن. فکر و خیالای شما هستش که نمیذاره شما شبا بخوابین. برای اینکه فکر و خیالاتون رو بخواین راحت بکنین، منظور باید که ذهنتون رو آروم بکنین. و چجوری میتونین ذهنتون رو آروم بکنین؟ اینی که ذهنتون رو تمرین بدین، تربیت بدین، به جای اینکه دور تمام قاره زمین داره میچرخه و میگرده دنبال مشکلاتی که شما تو زندگی داشتین و کجاها شما اون انتظاراتتون برآورده نشده و شما رو ناراحت کرده، بیایم بهش یاد بدیم که اصلا اونا رو فراموش کن، هر چی که بود بود دیگه، حالا گذشته گذشته. میخوایم یاد بگیم که چجوری توی این محیط نگهش داریم که حضور پیدا کنیم، حاضر باشیم و این دیگه ما رو نبره تو گذشته ای که ما ناکام بودیم از اون گذشته. بنابراین یوگا به شما این رو یاد میده. شما اگر هر مشکلی داشتی به من زنگ بزنی، من یه اسپکت یوگا رو میکشم و میارم توش و میگم که این به شما یاد میده که چطور شما ذهنتون رو آروم بکنین و دیگه دنبال گذشته نگرده برای شما یا آینده و ذهن شما رو اینقدر مشغول نگه نداره که شما نتونین بخوابین و همین سادگی و راحتی. یا مدیتیشن انگار که دقیقاً، چون اصلا یوگا مدیتیشن که با هم دیگه یکی هستن، یکیش مدیتیشن در حرکت، یکیش مدیتیشن یوگای نشسته است، فرقی نمیکنه. هر کدومش رو، یکیش شما رو میبره به اون یکی. ولی شما الان یوگای هستش که اصلا بهش میگن رستوریتیو یوگا که برای اینسامنیا هستش،
کسایی که بیماری بیخوابی رو دارن میرن رستریتیو یوگا که چجوری آروم بکنن بدنشون و ذهنشون رو. شما میتونین از این ابزار استفاده بکنین که میشه. نه تنها بدنتون رو شاداب و سرحال نگه دارین، ذهنتون آروم نگه دارین و انشالله خوابای شیرین خوب داشته باشین. قبل از اینکه تلفن بعدی جواب بدیم یه چیز کوچیکی من میخوام اضافه کنم بهش خانم عزیز، گوش کردن آهنگای آروم یا صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، اونم میتونه خیلی کمک بکنه و همینطور خوندن طبیعت. کتاب طبیعت بله اونم میتونه خیلی کمک کنه. بریم با عزتون یه لاین بعدی جواب بدیم. بفرمایید رو آنتن هستین. سلام عزیز. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مرسی. من اولا که از خانم تهرانی خیلی تشکر میکنم که کمچی برنامه های قشنگی رو میذارن و واقعا باعث خوشحالی ما. من میخواستم از شما خواهش کنم که من از طرف یکی از دوستان زنگ میزنم که ایشون پسرشون معتاده، دوبار بردن و ترک کرده، دوباره شروع کرده، قد ایشون ناراحت همش التماس گفت دعا کنین اینه که چیکار باید کرد که این دوباره بر نگرده، من دوبار اینو بردم دوباره برگشته. اینه که میخواستم از حضور شما خواهش کنم که اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید که این دیگه میبرن ترکش میدن برنگرد، باید چی کار کردش؟ خیلی ممنون خانم عزیز. چشم، میتونین از تلویزیون گوش کنین به صحبتهای بنده. یک دنیا ممنونم از شما و همچنین از خانم تهران. مرسی، قربانش. حدث من اینه که مولا خانم، این خانم راجع به دوستی صحبت میکنن که فرزندش بالای 18 است، چرا که گفتن دوبار تک کرده. خیلی کمتر داریم بچه هایی که زیر 18 باشن، دوبار رفته باشن، اعتیادشون به ایجاد شده باشه که باید برن تریتمنت و برگشته باشن، استفاده کرده باشن، دوباره یه زمان که دوباره بعد از استفاده دوباره برن تریتمنت، دوباره برگردن بیرون و دوباره برگردن. خب فکر کنم تخمین درست دارم میزنم که سنشون بالای 18 است و کسانی که بالای 18 هستن ما باید یاد بگیریم که چگونه پدر مادر به این دوستان، به فرزندانمون بالای 18 سال این باور منتقل کنیم که اونا امروز دیگه باید لیاقت یا استحقاق بودن در اون محیط زیست، محیط خانوادگی رو داره. مسلمان کسی که مواد میزنه این نعمت رو از دست داده. فکر نمی کنم هیچ معتادی لیاقت اینو داره یا استحقاق این داره که توی خونه باشه و تمام شرایط خونه براش فراهم باشه. برای این خاطر من از این مسئله نتیجه گیری میخوام بکنم که اشکال اصلی در این رابطه من پدر مادر این جوانو میدونم. بله که خود این جوانم بیماره و دور خودش داره میچرخه و در عذابه، ولی پدر مادر و باورهای پدر مادر ایشون و برخورد به نظر بنده ناسالم یا غیر مؤثر یا تأثیر نگذاره آنهاست که باعث شده بیمار همچنان ادامه پیدا کنه و هی لغزش کنه. و اگه پدر مادر تغییر درشون ایجاد نشه، یعنی اون زحمات لازم و بیداری لازم و آگاهی لازم در خودشون ایجاد نکنن و اون عضلات روحی روانی که ما صحبت چی میکنیم هم در کنارش در خودشون ایجاد نکنن و در نتیجه این دو اون تحوله ایجاد نشه، همچنان نهضت ادامه خواهد داشت. یعنی اون تا اونو عوض نشن هیچی عوض نمیشه. خب ولی من الان اینجا برام یه سوالی پیش اومد آقای افشار که فکر میکنم الان اون خانم عزیزم که اون بچه رو دارن حتما همین سوال براشون هست که من از کجا بدونم که من نمیدونم؟ شما چه تغییری میخواین در منی که هنوز خودم من فکر میکنم که کاری که کردم درست بوده، بچه تربیت کردم و در اون حدی که در توانم بوده زحمتم رو کشیدم، خودم رو سرزنش برای چیزی که فکر میکنم که کامل انجام دادم چطور میتونم بکنم؟ یعنی آیا سرزنش باید، یعنی شما فهم کنید که اون آدم باید الان مادر بشینه سرزنش کنه و بگه من چرا این رفتار رو با بچه‌ام کردم، من بیام تغییر پیدا بکنم که بچه من به این شکل نباشه؟ من از کجا میتونم این رو بفهمم که من مشکلاتی دارم، مشکلات من بچه من رو به اینجا رسونده و من بیام در پی رفع مشکلات خودم باشم؟ این الان سوال برای من پیش میاد که
چجوری شما به من میگیم مثلا ما الان اشکال داریم بیا خودتو درست کن؟ من البته خیلی خوشحالم که شما این بسره مطرح کردیم. من خانم به امکان خیلی قوی همین برداشتم، این مادر گرامی اگه برنامه دارن نگاه میکنن یا فامیلشون دوستشون که زنگ زدن میتونستن داشته باشن، ولی من میدونم که راهنمایی من یا مسئله که داشتم من مطرح میکردم تعبیرش یا منظورش چیز دیگه بود. من در درجه اول به هیچ عنوان نمیخوام سرزنش کنم، ولی میدونم صحبتایی که کردم یکی میتونه احساس کنه که سرزنش شده و یا گناهکار بکنم، یا حتی بگم که شما باعث بانی بیمار معتاد هستید. من این چیزی که میخوام بگم اینه که ما مسئولیم، ما میتونیم مسئولانه به این مسئله نگاه بکنیم. بله من مطمئنم این مادر خیلی علم و دانشی داره و افکار خیلی ها رو به کار برده یا ازشون کمک گرفته، به قول معروف ریش سفید های خانواده، یا حتی رفتن مشاورانی هم دیدم زمانی که جوان رفته بوده به تریدمن. ولی حدث من اینه که اون تحول یا آگاهی لازم ایجاد نشده. چرا میگم ایجاد نشده؟ من میگم من دارم اشاره میکنم به چیزی که به امکان قوی حضور نداره و اون بیداری و آگاهی و عضلاتیه که خانواده باید داشته باشه. چون اگر داشت مون خانم، اگه مسئله که میگم حضور داشت اون خانواده، اون جوان نمیتونست اون خانواده ادامه بده. برای همین پیشنهاد من اینه که هرچی سریعتر پدر مادر یا کسان دیگه که تو خانواده هستن اونا هم سهم خودشون قدمای لازم رو بردارن، برن به جلسات 12 کمه این نوع بیماران که خودش از جلسات 12 کمه خانواده های این نوع بیماران از در اونجا میتونه خانمادارهای دیگری باشون آشنا بشن. خب الان بسیار اون چیزی که شما گفتین من همیشه میپرم میام وسط ببخشنه، چون شما که تا این حرف میزنیم من همون موقع سوال برام پیش میاد. بله شما رول اون مادر دارین. بله من رول اون مادر رو دارم. من الان دارم فکر میکنم که خب من الان تا اینجایی که فهمیدم از سخنان شما گفتین که کسانی که افراد معتاد در خانوادهشون دارند، بله، اینها باید که رفتار و شکل استراکچر ساختار خونه‌شون رو و رفتارشون رو به شکلی تطبیق بدن که اون رفتارهای ناهنجار اعتیاد رو نه تنها پرورشش ندن بلکه گسترشش در اون جوان یا اون آدم که میتونه شوهر باشه، برادر باشه، بچه باشه نکنن. شما دارین یعنی به من یه چیزی رو یاد میخواین بگین، به من میخواین بگین روشی رو من اتخاذ بکنم توی زندگیم که در واقع اون روش باید با یک سری آگاهی های جدیدی باشه که با یک همچین آدمی که در زندگی من هست، تو خونه من هست، من چطور بتونم مقابله بکنم، رفتار بکنم که دقیقاً مطابقت داشته باشه با بیداری و آگاهی اون. خب من الان میتونم بگم که آقای سیامک خان من اصلا نمیدونم شما راجع به چی دارین صحبت میکنین، من چی کار باید بکنم، چه روشی رو باید اتخاذ بکنم، و شما گفتین که میتونن به سازمان‌های مراجعه بکنن که بهشون یاد میدند که حالا چطور با این مسئله مواجه کنن. خب این الان خیلی بر من خوب شد که من بدونم که جاهایی هستن که دارن به من تکنیک‌های جدیدی رو یاد میدن و اطلاعاتی رو میدن که به من کمک بکنه که من برای مقابله با این مشکلات، بله، چه واقعا چه راهی رو پیش گرفتم. فکر میکنم که سیامک خان منظورش این هستش. دقیقا من با اجازه بدی خدمتون میگم، درست میگی، شما میخواییم بیشتر اشاره کنیم به اون مسائلی که ما میگیم شما باید یاد بگیریم. بله دقیقا. یکیش خوندن کتاب‌های مثل کتابی که دست منه و که حداقل 6-7 کتاب دیگه هستش در این رابطه در رابطه با وابستگی‌های ناسالم یا وابستگی‌های متقابل بهش میگن codependency، و این کتاب خودش میگه وابستگی عاطفی. ملودی بیتی نویسنده این کتابه که فارسیش همون وابستگی ناسالم یا عاطفیه و انگلیسیش هم از codependency. این مسائلیه که در پیرامون خانواده هایی که با معتاد و الکلی در رابطه هستن. مونه خانم من
معتقدم که حتی فرهنگ ما یه مقدار دست داره در این از خودگذشتگی زیاد و تحمل کردن، سوخت و ساخت کردن، و اینا بعضی مواقع میتونه به ضرر اون بیمار باشه. دقیقا. و دوستی خالی خرسته. خیلی ممنون. دقیقا. خیلی خوشحالم که شما اینجای تمام حتی جمله منو با یه جمله قشنگ توضیح میدی. آفرین. Very good. واقعا دوستی خال خرسه سپاسگزارم که گفتین، چرا که دوستی خال خرسه واقعا کمک نمیکنه. ولی خب بدونن آگاهی درش اینجا بشه که دوستی خال خرسه دارن میکنن و بعدم عضلات لازمه که بتونن دوستی خال خرسه رو نکنن، چون بیماری اعتیاد خیلی هیولاست و میتونه تلفن داریم عذیت بکنیم. بله بله تلفن داریم. بفرمایید. سلام عرض میکنم، رو آنتن هستی. بفرمایید. الو، خسته نباشین آقای افشار. مرسی خانم. مرسی از برنامه قشنگتون. خواهش میکنم. من یه سوالی داشتم، نمیدونم حالا مربوط به برنامه شما میشه یا نمیشه، فقط میخواستم ببینم تو اون مرکزه که شما دارین همه اعتیادها رو ترک میدین؟ مثلا سیگار هم جز بشه یا حتما باید مواد و ما فقط برای سیگار بستری نمی کنیم، ولی بله سیگار هم ترک میدیم. ما راستش میخوایم تنها مرکزی هستیم که وقتی بیمار میاد اونجا سیگار هم باید ترک کنه، ولی اگه بخواد بیاد اونجا بستری بشه باید اعتیاد دیگر هم داشته باشه تا ما بتونیم بستریش کنیم، و مسلما سیگار هم باید ترک کنه. کسانی که فقط سیگاری هستن اعتیاد دیگه نرن، میتونن آوت پیشن بیان، سرپایی بیان، که برای گروه روان درمانی و برای گروه روان درمانی خانوادگی خودشون و تک به تک اندیویژوال تراپی و حمایتی که احتیاج دارن کمک بگیرن، و حتی راهنمایی بشن به جلسات 12 کمه در رابطه با ترک سیگار که بتونن حمایت لازم هم بگیرن، همچنان با اون جلسات هم بعد از اتمام کارشون با ما برن تا پاک بمونن، پرهیزشون رو حفظ کنن از سیگار. و سیگار ما خیلی خیلی مواد مخدر سنگینی میدونیم. سیگار بیش از 4000 مواد شیمیایی توشه وقتی که روشنش میکنی میکشی، و سیگار گیت وی دراگ هم هست، یعنی دروازه استفاده مواد مخدر دیگر رو باز میکنه، و سیگار هم گیت وی بک تو دراگ هستش، و این دلیلیه که ما مرکزمون رو کردیم نیکوتین فری، به این معنی که فهمیدیم که اونایی که سیگاری میمونن، هروئین و الکل و مت و کوکائین و همه اینا رو ترک میکنن ولی سیگاری میمونن، به خاطر موندنشون به سیگار دوباره برمیگردن به مواد، برای همین سیگار هم ترکشون میدیم. خیلی ممنون. بعد با همین شماره برای همون برای اطلاعات پیشن باید تماس بگیریم؟ بله بله، همون این شماره آفیس ماست، 949-910-3585، زنگ بزنید در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. برنامه قشنگتون. سپاسگزارم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. قربان شما. من یه صحبت کوتاهی بکنیم راجع به هیومن ترافیکینگ، چون دیگه انقدر فکر نمی‌کنم به پایان برنامه‌مون مونده باشه. همینجوری که دوستان عزیز خبر دارین، هفته پیش هم صحبت کردیم راجع بهش. هیومن ترافیکینگ در واقع تجارت و قاچاق انسان‌ها هستش که بهش میگن مادرن سلیوری. اگر که اجازه بدین یه ویدیوی خیلی کوتاهی رو نگاه می‌کنیم و بعد راجع بهش صحبت می‌کنیم. In 1807, slavery was abolished in the British Empire. Yet today, over 200 years after the slave trade ended, millions of women, children, and men are bought and sold in the underground global slave trade. This is human trafficking. United Nations tallies suggest that there are 2.5 million people worldwide, including some 1.2 million children, involved in forced labor through global trafficking. Human beings recently surpassed weapons as the second largest illegally trafficked product worldwide, second only to drugs, making it a $5 to $9 billion a year industry. Internationally, Canada is considered a source, transportation, and destination country for victims of human trafficking. This means that women, children, and men are being trafficked from and through Canada to countries like the United States. This also means that thousands of people are being trafficked into Canada for the purposes of forced labor and for the sex trade. The RCMP believe 800 to 1200 people in Canada have been victims of human trafficking, but NGOs peg the figure at 15,000.
The majority of trafficking cases in Canada are Canadian women and girls, many from poorer communities and a majority of them First Nations, who disappear from their homes and enter the sex trade in urban areas. In a recent case in Canada, a 15-year-old girl was sold up to 12 times a day for sex, earning her trafficker $360,000 over 3 years. Be a voice. You can find out more information by visiting www.formycanada.ca. Wow. بله دوستان عزیز، دیدین که چقدر دردآور و رنجآور هستش این واقعیت‌های زندگی رو که آدم می‌بینه، که چطور الان توی این موقع، یعنی توی این زمان، توی این قرن ما نمی‌تونستیم واقعا فکر کنیم که انسان‌ها و خانم‌ها، بچه‌ها هنوز به شکل برده خرید و فروش میشن و اینها خرید و فروش نه فقط به خاطر فیزیکال ابیوزی هستش که میشن، ولی حتی بچه های کوچیکو که میخرن ازشون به عنوان کارگر استفاده میکنن و این واقعا دردناکه که آدم ببینه بچه‌ای که میتونست امکانات اینو داشته باشه که به مدرسه بره و در کسب دانش و علم واقعا قدماشو برداره، هر روز صبح که خواب بلند میشه بعد برنشه بره کارهای سنگین کارگری بکنه، بنایی بکنه و یا دزدی بکنه و یا خیلی کارهای دیگه‌ای که تمام شخصیت انسانیش رو خرد میکنه و خدا میدونه که اینا وقتی که بزرگ میشن واقعا چه انسانهایی، چه قشری از جامعه رو اینا در واقع دربر میگیرن که در سنهای 17-18 سالگی 20 سالگی خب اینا همون کسانی هستن که بعدها به اعتیاد رو میارن به خاطر اینکه همیشه سرکوب شده احساساتشون و نتونستن بارور بشن. ما هممون واقعا مثل یه نهال و یه درخت و یه درخت پر از میوه هستیم و اینا به اعتیاد رو میارن و مشکلاتی که بعدها در اعتیاد و قاچاق و اینا هستش و بعدم خودفروشی هایی که دخترها و دخترهای جوان سنای خیلی پایین شروع میکنن و اینا رو خرید و فروش میکنن، میدوزدنشون. در حال سازمانی به اسم Angels Joy، یه سازمان ایرانی هستش که غیر انتفاعی نان پروفیت، درد رو دیده، مشکل رو دیده و خواسته که قدمی برداره در راه بهبودی. من دیگه لغت بهبودی مونده برام همینجوری، در راه اینکه واقعا چه کمکی میتونه بکنه که یه سهمی داشته باشه در مسیر عوض کردن این جریانی که الان به شکل خیلی وحشتناکی داره گسترش پیدا میکنه و الان به شکل مالتی میلیون بزنس شده. تری بیلیون بزنس. و بنابراین الان سازمان Angels Joy هدفش اینه که این آگاهی ها رو بده، از مدیا استفاده بکنه، رادیو، تلویزیون، مردم با خبر باشن، بدونن، خصوصا برای مهاجران که واقعا نمیدونن و اینقدر درگیر مسائل زندگی مهاجرت هستن که یادشون میره که فکر کنم واقعا دور و برشون چه اتفاقایی داره میافته و اینا بچه هاشون رو از دست ندن، از بین نرن، به مواد کشیده نشن، به فساد کشیده نشن که بعدها مادر پدرها زجر بکشن و بچه ها هم زندگی هاشون از بین رفته باشه. این سازمان هدفش آگاهی هستش و این آگاهی ها رو بده و فاند ریزینگ و پول جمع بکنن برای دخترانی که از این مهلکه فرار کردن، نجات پیدا کردن، اینها رو بتونه جایی براشون فراهم بکنه که بتونن درمان بگیرن و دوباره بهبودی حاصل بکنن و اینکه برن توی جامعه شغلی رو یاد بگیرن و برن توی جامعه شروع کنن از زندگی خودشون تکیه کردن و انشالله که مادرهای آینده بشن. و برای این منظور یه فاندریزینگی هستش که البته موزیک شادیه، غم و غصه نیست و فقط شما میایین به موزیک گوش میکنین که 17 نوامبر هستش در شهر لاگونا وودز اورنج کاونتی و شما میتونین بلیط ها رو با از طریق www.angelsjoy.org تهیه بکنین. میتونین به من زنگ بزنین 949-278-3695 تهیه بکنین. میتونین به تلفن خود Angels Joy زنگ بزنین که میدم سیامک جان بخونن، شما عینکم همراهم نیست. 949-226-69
62 949-226-69-62. بله، با این شماره تماس بگیرین یا ایمیل بکنین به info@angelsjoy.org. ما میتونیم که قیمت بلیط ها $30 هستش و دو تا موزیسین معروفی داریم که آقای کوروش تقوی برامون ستار میزنن با آقای جاهد، بله جاهدی که ضرب میزنن و آقای مازیار کاراندیش و یه آقای دیگه که از هند هستن و سیتار میزنن و این من محفل شما رو در واقع قراره که ساعتی رو در کنار ما همه با هم در کنار هم باشیم، شادی هامون رو با هم تقسیم بکنیم، دل هامون رو با هم دیگه تقسیم بکنیم و پولش و منافع این خوشی ها و شادی هایی که داریم صرف میکنیم که خیلی هم مثبته، به جای اینکه با دراگ و ادیکشن و این چیزا استفادهش بکنیم، میره برای ساختن یه شلتر برای این قربانی. من به سهم خودم هم میخوام خدمتتون عرض کنم که بله که این شب موسیقی هست، خواننده‌ای هست، تار میزنن، سیتار میزنن و و و غیره و شادی هم هست، من خوشحالم، ولی واقعا من میخوام شما بینندگان گرامی تایم تی وی رو دعوت کنم که بیاین به این شب، نه تنها برای این منظور بلکه برای کسب آگاهی، چرا که من معتقدم ما هممون مسئول این مسائل هستیم، مسئول. خواهیش بکنم اینو با احساس گناه کردن یا سرزنش کردن شماها یکی ندونید. مسئولیت یه لغت خیلی خیلی به نظر من پاورفولیه و حائز اهمیته. من مسئولم که در هندوستان، در ایران خودمون، در افغانستان بچه های 7-8 ساله هم از دختر و پسر، البته 80% دختران هستن، خانوم ها هستن، دارن فروخته میشن بین $5 to $9. من مسئولم. اگه من فری به این مسئله نگاه کنم، امروز با همچین ارگانیزیشنی یکی میشم، به این ارگانیزیشن میگم که بله اون بیمارا رو ما هم رایگان بهشون روان درمانی میدیم، ما هم رایگان کمک میکنیم ترک کنن، ما میخوایم با شما. چه میخندی خانم شما؟ آخه شما، من متوجهم که چی میگین وقتی میگین مسئول. من یه دفعه اینجوری میشم، وای من مسئولم، من چیکار میتونم بکنم؟ هی یواش یواش دارم جمع میشم. ولی فکر میکنم که منظورت این بود که ما نقش داریم هر کدوممون در تغییر اون چیزی که وجود داره. من اگر اینجوری اینو بشنوم یه ذره شونه ها میاد پایین ریلکس شه، ولی هیچ کی میگه مسئول من، وای من چیکار کنم؟ ولی من واقعا درست میگن، هر کدوم از ماها نقش داریم و رولی رو بازی میکنیم و میتونیم بازی بکنیم، دست خودمون هستش که البته میتونیم انتخاب بکنیم. ایوان. که نقشی رو بازی بکنیم و رولی داشته باشیم در تغییر جهتی که الان داره به سوی واقعا انحراف کشیده میشه و اینو بیارمش سر راه. درست. من کار اینجا باز دوباره کارکت کرد. ببینید، من شاید لغت انگلیسی رو به فارسی ترجمه میکنید یه مقدار سکری میشه، تعبیرش فرق میکنه و سنگین تر میشه. من منظورم همون being responsible human being. A responsible human being. یک انسانی که مسئول تمام دنیایی که توش زندگی میکنه هستش. ما اگه بخوایم به این مسائل اینطور نگاه کنیم، ولی دلیل نمیشه که من زندگیمو بذارم برم آفریقا، برم هندوستان، برم افغانستان دنبال این کار. اینجا ببینم به عنوان یه آدم مسئول من چیکار میتونم بکنم. مولای خانمو دعوت میکنم بیاد تو تلویزیون با هم دیگه راجع به مسئله صحبت میکنیم. اون 27 بود، بله، با 17 نوامبر، روز یکشنبه 17 نوامبر میرم به اون ایونت که کمک کنم. $30 تیکه چیزی نیست، یه آدم بیرون شام میخوره یه جا $30 حداقل هستش. میریم با هم اون کارو میکنم و به 4 تا دوستان دیگه هم میگم، بیمارام هم همشون میبرم، به خانواده بیمارام میگم که شما هم بیاین حتما حمایت کنین. این کمکی که من میتونم بکنم من میکنم. شما باید ببینید که در قدرت شما چه کمکی میتونه بعد چه کاری میتونیم بکنیم. حداقل به نظر بنده باید بریم راجع به مسئله اطلاع گیریم. دقیقاً. اطلاع کسب کنیم، ببینیم چگونه اطلاع کسب کنیم. برید angelsjoy.org و یا human trafficking توی اینترنت، یوتیوب، بله نگاه کنین، یوتیوب زیاد، همینی که الان دیدیم از یوتیوب ما در نگاه کردیم و اطلاع بگیریم که اوکی
شاید امروز شما ویکتومی نداشتیم، ولی خدا نکرده شاید چهار سال دیگه فرزند شما یه ویکتوم داشته باشه، یا فرزند ایشون، یا به هر نحوی یکی در خانواده شما. این همه میسین چارلد، فکر کنید کجا رفته میسین چارلد؟ آسمون که باز نشد اینا رو بکشه بره. همین جاها دارن کار میکنن، تو کارخونه ها دارن کار میکنن. باید به خیلی از اونا که کار میکنن حقوق هم نمیگیرن. وقتی وقت موقع حقوقشون میرسه میگن که نه، تو ایلیگالی تو این کشوری، تو رو به قاچاقی آوردیم، هیچی هم نگو کارتو بکن. این پولی هم به دست رو نمیاد، فقط میتونن بقا داشته باشن برای یکی دیگه پول بسازن. ما با عزتون برنامه رو باید به خاتمه برسونیم. ما اشتباه کردن که برنامه تموم شده. من واقعا ممنونم مونا خانم که شما وقت میذارین. اخیرا هر هفته داریم میایم، واقعا افتخاری با شما بودن با هم دیگه مسائل مطرح کردن. بازم بیاین تشریف بیارید. حتما همیشه در خدمتتون هستیم. من همیشه میام که از آقای سیامک خان بتونم سوالا رو بپرسم. یه جایی هم که ابهام هست شاید بتونم بازش کنم. واقعا و صحبتای منو قشنگ باز در تعبیر کنم. خیلی ممنون به شما. خیلی ممنون. متشکرم. از تلویزیون تایم تی وی. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. خدا. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.